به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام شاگرد عزیز، خوش آمدین. امید که خوب و صحتمند باشین و درس هایتان را به صورت منظم و دقیقش تعقیب کنین. شاگرد عزیز، اگر شما به یاد داشته باشین، درس گذشته ما درباره طنز بود. در درس گذشته ما طنز را شناختیم، ای که طنز چه نوع جملات هستند و در ادبیات دری دارای چه جایگاهی هستند. خدا کنه شما درس گذشته را یاد گرفته باشین. اگر شما درس گذشته و یا هم در کارخانگی درس گذشته کدام مشکل داشته باشین، میتونین در بخش کامنت همراه ما شریک بسازین تا با مشکلات شما رسیدگی کنین. گران زکاون کو خرغل است، خدای دې کی چروغ او جوړ اوسه یا خپل درسونه په منظم او دقیق شکل باندې تعقیب کړی. زکاون کو کچیر استاسو پیات ویز مونږ تیر لوست د طنز په حقلو، په تیر لوست کې مونږ طنز او پیژندل دا چې طنز څه ډول جملې دي او د دری په ادبیاتو کې څه تاثیر لري. منګول واستل چې طنز داسې جملې دي چې وایون کې او یا هم لیکون کې د طنز په وسیله په جامعه او یا هم کوچیر کوم شخص کې ستونزه وي، فساد وي، عیب وي، کې یا هم کوم بل شی وي، د طنز په واسطه نورو ته بیانوي. یعنی طنز په خندا باندې بیانېږي، خو هدف یې چې د ستونزو او یا هم د عیبونو مخکاره کول دي. خدای دې وکړي چې تاسو تیر لوست زده کړی وي. که چیرې تاسو تیر لوست او یا هم د تیر لوست په کورنۍ دنده کې کومه ستونزه لرئ، نو کولی شئ کومنټ کې له ما سره شریک کړئ تر څو ستاسو ستونزو ته رسیدګي وکړو. زده کوونکو، زموږ نننی لوست یوه کیسه ده. په نننی لوست کې موږ د انسان د طرز تفکر، همدارنګه په حیواناتو باندې ترحم، د انسانانو ظلم پر نورو موجوداتو باندې لولو. یعنی دغه کیسه چې موږ لولو ډیر زیات هدفونه لري، ډیر مهم ټکي لري چې دا شخص پورې مربوطیږي چې دغه کیسې څخه څه هدف اخلي او یا هم کوم موضوعاتو ته پام کوي. او زموږ د لوست نن اساسي موضوع دا ده چې په نننی لوست کې موږ لنډه کیسه او یا هم داستان کوتاه پیژنو. دا چې ادبیاتو کې په خاصه توګه په دری ادبیاتو کې مقصد د داستان کوتاه نه څه ډول داستان او یا هم کیسه ده. شاگردای عزیز، در درس امروز ما یک داستان کوتاه را میخوانیم. در داستان امروزی ما درباره ترحم بر حیوانات و همچنان ظلم و ستم انسانها بالای مخلوقات ضعیفتر از خودشان و دیدگاه انسانا و همچنان موضوعات دیگری هم هستند که در درس امروز ما میخوانیم و این مربوط طرز و دیدگاه انسان میشه، به خصوص طرز و دیدگاه های شما که از درس امروز چه برداشت هایی میکنین و فکر شما طرف کدام اهداف درس امروزی میره. و همچنان موضوع اساسی درس امروز ما شناختن داستان کوتاه است. ای که داستان کوتاه چگونه داستانی است و در ادبیات دری دارای چه جایگاهی است. پس میریم به طرف متن درس خود تا داستان امروزی را بخوانیم. متوجه صفحه 79 کتابتان باشین. داستان کوتاه، پشک هایی که آدم می شوند. شام بود. شام ها همیشه اندوهی را در دل من بیدار می کنند، مخصوصا اگر بیرون از خانه باشم و ببینم که آفتاب آرام آرام با یک نوع درد و دریغ جایش را به تاریکی می دهد و شهر آرام و سر به زیر با همان درد و دریغ در تاریکی و سیاهی غرق می شود. پشک برآمده با چوچه هایش. رویم را گشتاندم، آواز یعقوب بود. یعقوب شوخ ترین بچه کوچه ما بود. مادران وقت او را می دیدن با احتیاط دست کودکانشان را محکم تر می گرفتند و آهسته در گوششان می خواندند که مبادا با یعقوب هم بازی شوند. یعقوب پسرک 7-8 ساله بود که پدرش مادرش را رها کرده بود و رفته بود و مادرش هم در حادثه مرده بود و او نزد پیرمرد و پیرزنی که پدر کلان و مادر کلانش بودن بسر می برد. یعقوب با خشونت خاصی با کودکان برخورد می کرد. حتی اگر پشک یا سگی را هم در کوچه می دید، با سنگ و چوب به جانش می افتاد. وقتی فریاد یعقوب بلند شد، دخترانم دامنم را کشیدند و سویی که یعقوب اشاره کرده بود راه افتادیم. پشک فولادی رنگ و بزرگ که گاهی در نزدیکی خانه ما می دیدمش پیدا شده بود، اما این بار با شکوه مندی ملکه میان دو چوچه زیبایش نشسته بود. یک بار یعقوب به صورت غیر ارادی خم شد، سنگی را برداشت و سوی چوچه های پشک پرتاب کرد.
به شک می خشمناک کرد و سوی یعقوب دید. همانطور که سوی یعقوب می دید، خشمی در چشمان گرد و سبزش تپید که پشتم را لرزاند. به یاد باغ وحش افتادم. به یاد حیوانات باغ وحش افتادم. آن روز با اصرار دختر 4 ساله و 2 ساله هم باغ وحش رفته بودیم. از باغ وحش بدم می آید و سالها بود که پایم را آنجا نگذاشته بودم. به نظرم می آید که باغ وحش مظهر دیگری از خودخواهی گناهکارانه بشر است. یعنی اینکه حیوانهای خوشبخت را از جنگلها و گلشنها، از دره‌ها و کوه‌ها آوردن و پشت میله‌های آهنین قفس‌ها انداختن و برایشان برنامه تعیین کردن و آنان را خوشبخت انگاشتن. و این همواره برایم غیر قابل تحمل بوده است و اگر هم شهامت و توانایی این را ندارم که باغهای وحش سراسر زمین را نابود کنم و هر کجا میله قفس است از بیخوبن برکنم و حیوانهای زبان بسته را دوباره راهی جنگلها و گلشنهایشان، راهی دره‌ها و کوههایشان کنم، حداقل این توانایی را دارم که هیچگاه به هیچ باغ وحشی قدم نگذارم. کنار قفسی نیستم و ناظر نگون بختی حیوان زبان بسته نباشم. اما آن روز وقتی دختر 2 ساله‌ام با قد 1 بلستش با دختر 4 ساله‌ام هم دست شد، گردنش را کج کرد و با تضرع گفت: جان جان، ما را باغ وحش ببر. این تضرع با آواز چنان زیر از حنجره مخلوق چنان کوچکی مقاومت چندین سالم را آب کرد و در آن نیم روز تابستان که گرما بیداد میکرد، هر دویشان را پیش انداختم و راهی باغ وحش شدم. دخترانم سر از پا نمی شناختند، نمی دانستند زودتر کدام سو بدوند و به نظاره کدام حیوان بنشینند. بعد از ظهر جمعه بود که گرما بیداد میکرد. باغ وحش پر از تماشاگر بود. به نظرم آمد که با رفتن باغ وحش آدم قدرت ظالمانه‌اش را بر روح حیوانهای داخل قفس میکشد. روبروی قفس پرنده های سبز رنگ اتاق تاریک متعفنی نظر من را جلب کرد. دختر 4 ساله‌ام با خوشحالی فریاد زد: فیل، مادر، فیل، فیل. پیشتر رفتیم. تن بزرگ چروکیده فیلی چشمم را پر کرد. فیل وسط اتاق تاریک بی حرکت، انگار صخره‌ای بود، استاده پاهای عقبه‌اش به زنجیر کشیده شده بود. روبرویش توده های از زردک های گندیده قرار داشت. به نظرم آمد که فیل با اکراه چشمانش را بسته است تا زردک های گندیده را نبیند. همان طوری که با پوست چروکیده و چشم بسته فیل می دیدم، با خود گفتم: چه کسی قرعه فال را به نام این حیوان زده؟ او را از جنگل های وحشی و سرسبز هندوستان یا آفریقا رانده است و راهی این اتاق تاریک و سیاه ساخته است. دورتر رفتیم. آدم های زیادی روبروی قفس ایستاده بودند و با رضایت و شادی می خندیدند. به سختی راهی برای خود باز کردیم. قفس میمون ها بود. میمون ها حرکات آدم ها را تقلید می کردند. اگر آدم می خندید، میمون هم لبانش را پس می برد. اگر آدم دستانش را در گوش هایش می گرفت، میمون هم دستانش را در گوش هایش می گرفت. اگر آدم دستانش را روی دهانش می گرفت، میمون هم دستانش را روی دهانش می گذاشت. و آدم ها سرشار از لذت خویشتنبینی به میمون ها پارچه های نانی یا نیم زردک بزل می کردند. میمون ها لبریزش خوشبختی احمقانهشان پارچه های نان و زردک های نیمه را می گرفتند و با خوشحالی در دهان می کردند و می خوردند و برای تقلید بیشتر و بهتر از آدم ها تلاش می کردند. دخترانم هم از قفس میمون ها دل نمی کندند. دستانشان را کشیدم و محوطه سرپوشیده داخل شدیم. در دورادار این محوطه سرپوشیده صندوق های شیشه‌ای چیده شده بود. درون صندوق ها آب بود و در آن آب ها ماهی های بزرگ و کوچک شناور بودند. حرکاتشان با تعنی و آرام بود. به نظرم آمد که ماهیان در آن محیط تنگ با دریغ به دریا می اندیشند. از محوطه سرپوشیده برآمدیم. دخترانم دامانم را کش کردند و در جهتی که هیاهو برپا بود مرا از دنبالشان کشیدند. دختر 4 ساله‌ام صدا کرد: شیر را ببین. رویم را گشتاندم و شیر را دیدم که گرمای نیمروز تابستان بی حالش ساخته بود. نمیدانم چرا به نظرم آمد که شیر حالت حیوان دانشمند و نجیب و ناامیدی را دارد.
سر بزرگش را روی دستانش گذاشته بود و هر چند لحظه بعد سرش را تکان می داد. مگس ها اذیتش می کردن. شیر چشمانش را بسته بود، انگار از آدم ها بدش می آمد. آن طرف تر خر را دیدم. به نظرم آمد که آرامش از سر و رویش می بارد و به نظرم آمد که شاید تنها موجودی که در قفس احساس آرامش می کند همین خر است. حداقل در قفس پشتش زیر بارهای سنگین و بیرون از تواناییش زخم بر نمی دارد. دخترانم دوان دوان سوی قفس آهوان کشاندندم. وسوسه آفرینش آهوان را حتی تا درون قفس ها دنبال کرده بود و آهوان چوچه داده بودند. چوچه هایشان سبکسر و بیخیال با هیجان و کنجکاویه که خاص کودکان تمام موجودات روی زمین است، اطراف میله های قفس را می پاییدند. به نظرم آمد که آهوان پیر را یاد دره‌هایشان آرام نمی‌گذارد و با دریغ به چوچه‌هایشان می‌بینند که با قفس خو می‌کنند و یاد آن دره‌ها سال‌ها بعد ساخت خاطرات چوچه‌هایشان را چراغان نخواهد کرد. به نظرم آمد که آهوان پیر دریافتند که جهان برای چوچه‌هایشان در قفس آغاز شده است. چوچه های آهو پشت میله های قفس آمدند و با چشمان جادوگر سیاهشان به دخترانم چشم دوختند. نمی دانم چه الفت بین چوچه های آهو و دخترانم پیدا شد که دختر دو سالم صدا کرد. وای وای قند شیرین. رویم را گشتاندم با آهوی پیر دیدم که یک پهلو لمیده بود و یک دستش را زیر تنش قرار داده بود. نمی دانم در آن نگاه خسته چه بود که باغ وش را برای غیر قابل تحمل ساخت. دست دخترانم را کش کردم و دوان دوان سوی در خروجی راه افتادیم. با اعتراض دخترانم گوش ندادم و گفتم بدویم ناوقت شده. دختر دو سالم که نمی دانم چرا همیشه مرا متهم به دروغ گفتن می کند، با اعتراض گفت چرا دروغ میگی؟ کی ناوقت شده؟ کو؟ یک بار گفتم اگر نرویم تاریک می شود. از تاریکی می ترسن. قدم هایشان را تیز کردن، پشتشان را هم ندیدن. از باغ وحش برآمدیم و راه خانه را پیش گرفتیم. متوجه شدم که دخترانم هنوز سرگرم تماشای پشک و چوچه هایش اند. شام نزدیک شده بود. یعقوب از اذیت و آزار موجودات روی زمین خسته شده بود و همان طور که با حسرت پشتش را می دید راهی خانه اش شد. وقت خانه آمدیم دختر کلانم پرسید مادر ما آدم هستیم یا نه؟ گفتم ها؟ گفت خوب است آدم آدم باشد. میخواستم بگویم که ها با آن شرط که همه آدم ها آدم باشند، اما نگفتم. با کنجکاوی پرسیدم چرا؟ گفت آدم کودکستان میرود، نان میخورد، خانه دارد. آهی کشید و ادامه داد پشک های بیچاره. قانع شدم، چیزی نگفتم. باز دخترم با خودش اندیشید و پرسید پشک ها خانه ندارند؟ گفتم نه. چرا؟ بیان که به عواقب این سخن بیندیشم گفتم آدم دم ندارد، آدم با دو پایش راه می رود. دختر پرسید اگر پشک دم نداشته باشد و با دو پایش راه برود آدم می شود؟ با سبکسری گفتم ها. دخترم ساکت شد و چیزی نگفت. روزها گذشت و من گاهی از طریق دخترانم از احوال پشک فولادی رنگ و چوچه هایش با خبر می شدم. و همچنان این را هم دریافتم که دخترم تیوری خود ساخته مرا که اگر پشک ها دم نداشته باشند و با دو پایشان راه بروند آدم می شوند با یعقوب در میان گذاشته است و دانستم که یعقوب هم آن را سخت تایید کرده است. یک روز نزدیک شام بود، کسی با مشتهایش به دروازه زد. باز کردم. دختر 4 ساله‌ام بود. رنگش سفید پریده بود. می لرزید. دندانهایش به هم می خوردن. ترسیدم و پرسیدم چرا؟ چی شده؟ چوچه های پشک آدم شدن. بیا و ببین. کی آدم شد؟ چوچه های پشک. فریاد زدم. چطور؟ یعقوب آدم ساختشان. دلم گواهی حادثه بدی را داد. دویده از خانه برآمدم. با دخترم رفتم زیر درخت توت. دو پشک کوچک در خون خود غوطه می زدند. دم و دو پای پیشرویشان را یعقوب با تبرچه قطع کرده بود تا دم نداشته باشند و با دو پایشان راه بروند آدم شوند. دخترم همان طور که دندانهایش به هم می خورد گفت جور می شوند، جور می شوند. وقت جور شدن با دو پایشان راه می روند آدم می شوند. این را یعقوب گفته. دخترم چیزهایی گفت که من نشنیدم. می لرزیدم. دندانهایم به هم می خوردند.
آن شب دخترم به سختی به خواب رفت. از چشمان من هم خواب فرار کرده بود و تا صبح فریاد دردانگیز پشک فولادی رنگ را شنیدم که در اعضای چوچه های آدم شده اش می گریست. زدکون کن. دغه کیسه چې موږ ولوستله دا کیسه د سپوږمۍ زریاب ده. لکه څنګه چې دا کیسه ما تاسو ولوستله تاسو هم ورته غوږ وئ. په دې کیسه کې یوه ښځه خپل قصه کوي. دا کیسه په دې ډول شروع کیږي چې د دې ښځې د کور په کوڅه کې یو شوخ او کوچهګشته ماشوم ژوند کوي چې د دغه ماشوم نوم یعقوب ده. یعقوب ډیر شوخ او مضر ماشوم دی چې هر کله کورنۍ چې کله بیرون ته وځي خپل ماشومانو سره نو خپل ماشومانو ته حتما وایي پام مووي چې یعقوب سره لوبې ونه کوي. یعقوب خپل مور له لاسه ورکړې وه. مور یې د پلار څخه طلاق اخیستی او پلار یې هم تللی و، نو دا پاتې و یوازې خپل نیکه او نیا سره. یعقوب ډیر مضر و او هر ماشوم چې به له دې سره ګرځېدله مضریت او بد کارونه به یې ترې زده کول. یو ورځ دغه ښځه خپل دوه لورګانې چې یوه لور یې دوه کلنه ده او بله لور یې څلور کلنه ده ژوبڼ او یا هم باغ وشتوري. دا میرمنه د ژوبڼ څخه ډېر زیات نفرت لري. ولې؟ د دې لپاره چې دا وایي ژوبڼ کې هغه معصوم او مظلوم حیوانات انسانان اچولی دي چې د کور څخه یې لرې کړي، هغه ښکلې هوسیګانې د ښکلو دښتو څخه یې قید کې کړي دي او دلته یې راوستي. فیل یې د هندوستان او د افریقا د ځنګلونو څخه راوستی او دلته یې په قید او زندان کې کړی. همدارنګه د ځنګل پادشاه یعنې شیر یې په قید کې کړی او ژوبڼ ته یې راوستی ترسو خلق راشی او دوی وګوري. یعنی ژوبڼ د ظلم او د انسانانو زیاتی خودی. انسانان خپل زور ظلم ستم حیواناتو ته مخ ته راوړي چې یعنی موږ له تاسو نه قوي استو چې تاسو مو دلته په زندانونو کې قید کړي. او هغه خلک چې د ژوبڼ لیدلو ته ځي لا نور خپل ظلم او زیاتی حیوانات ته خودی چې استاسو د دغه قید نه موږ خوند اخلو او لذت ورو. نو د همدغه دلایلو په اساس باندې دغه میرمنه د ژوبڼ څخه کرکه کوي او وایي که چیرې دا نشم کولی چې هغه حیوانات چې په ژوبڼونو کې دي آزاد کړم، حداقل دومره خو کولی شم چې د دغو حیواناتو لیدلو ته لاړ نشم، بل همغه ظلم او زیاتی حداقل دغه حیواناتو ته ونه ښودم چې زه راغلی یم ستاسو د دغه زندان او قید ژوند څخه لیدنه کوم. خو په همغه ورځ باندې د دې دوه لورګانې چې یوه یې دوه کلنه وه او بله څلور کلنه خپل مور ته ډېرې زیاتې زارۍ کوي او ترې غواړي چې دوی ژوبڼ ته ویسي ترڅو له حیواناتو څخه لیدنه وکړي. دغه میرمنه مجبوریږي او خپل دغه لورګانې ژوبڼ ته وړي. کله چې دغه میرمنه د هر قفس مخ ته درېږي د همغه حیوان په سترګو کې مظلومتیا، کمزورتیا او همدارنګه نور شیان ګوري چې د دغه میرمنې زړه په دردوي، نو همدارنګه د څو حیواناتو له قفس څخه لیدنه کوي او بیرته زر خپل د لورګانو لاس نیسي او د ژوبڼ څخه راووځي. کله چې دا د ژوبڼ څخه راووځي د دې لورګانې ورته شله کیږي چې یعنی وخت شته نه زو پاتې کیږو، لا تر اوسه وخت شته. مور ورته وایي نه وخت نشته زه چې ځو. دا ولې؟ دا د دې لپاره چې مور یې د ژوبڼ څخه کرکه لري او نور نشي کولی دغه حیوانات وګوري. دوی چې کله کور ته ځي نو د کور په لاره کې بیا یعقوب ګوري خو دوی په وارخطایي کور ته ځي. کله چې کور ته ورسېدل نو د دې میرمن مشره لور یې چې څلور کلنه ده خپل د مور څخه پوښتنه کوي چې مورې آیا موږ انسانان یو؟ ما آدم هستیم؟ مور ورته وایي هو. لور یې بیا پوښتنه کوي موږ ولې انسانان استو؟ مور ورته وایي چې د دې لپاره چې موږ په دوه پښو لاره ځو، موږ لکۍ نه لرو او همدارنګه نور دلایل ورته وایي. خو مور یې دې ته په صحیح توګه باندې د انسان په هکله توضیح نه ورکوي، د دې لپاره چې په همغه وخت کې د دې حوصله نه لري. نو لورې هم د همدغه دلایلو په اورېدو باندې قناعت کوي او وایي که چیرې په شکه په دوه پښو لاره لاړ شي او لکۍ ونه لري د هغې نه هم انسان یا سړی جوړیږي. مورې هم په ډېر بېغوري سره ځواب ورکوي هو. نو لورې همدغه دلیل باندې قناعت کوي او بله پوښتنه خپل مور څخه نه کوي. څو ورځې د دغه پوښتنو څخه تیریږي. یو ورځ لورې په ډېر ورخطایي سره دروازه وهي او راځي کور ته.
مور هم د خپل لور دغه ورختای چې ګوري ترې پښتنه کی ولی څه شي ودی لورې وای په شک نه انسان جوړ شوی په شک نه سړیان جوړ شوی مور په ورختای سره وی ولی څنګه دا چا وای چې یعقوب د په شک نه انسان جوړ کړی مور همغه ځوابونه چې خپل لور ته ورکړي او پیادیږي او راضی ترسو وګوري چې څه شي ویني کله چې راضی ګوري چې د پښکه دغه بچیان په وینو کې ډوب دي ګوري چې یعقوب په تبرچه باندې د پښکه د بچیانو دوم پخې او لکې ورته قطع کړي ده یعنی یعقوب غوښتل چې دغه پښکه څخه انسان جوړ او لوري هم خپل مور ته وایي مور ورخته کېږه ما مور ورخته کېږه ما دغه پښکه نه انسانان جوړ شو ډیر زر دوی خکېږي او په دوه پښو لارې ځي په هماغه وخت کې مور دې ته پام کوي او پیادیږي چې دې صحیح توضیح خپل لور ته نه دا ورکړي دې صحیح او درسته توضیح د انسان په حق خپل لور ته نه دا ورکړي دا چې انسانیت یوازې په دوه پښو تک نه ده انسانیت په طرز تفکر ده انسانیت د حقیقت په لیدلو باندې ده او همدارنګه نور دلایل دي چې انسان ته د انسانیت درجه ورکړي ده او همدغه دلایل په اساس د انسان او د حیوان ترمنځ فرق ده نو موږ دا کیسه ولوستله دا تاسو پورې اړه لري چې دغه کیسې څخه څه برداشت کوي د کیسې کې څو اهداف راغلي لومړی دا چې تاسو په دې کیسه کې ولوستل چې جوبن کې د حیواناتو په قید او بند کې راوستل یعنی انسانان دومره ظالمان دي چې حیوانات په قید او بند کې لري ترسو ترې لذت واخلي او همدارنګه د داستان په بل قسمت کې داسې و چې سم او درسته توضیح نه ورکول پایله یې څنګه وي نو تاسو کوشش وکړئ د هر څه شي په اړه که چیرې سم او درست معلومات لرئ د یو چا پوښتنې ته ځواب ورکړئ او توضیح ورته ورکړئ د همغه موضوع په هکله خو که چیرې نه لرئ نو په بېغوري سره ځواب مه ورکوئ د دې لپاره چې پایله یې ډېره بده وي طرف مقابل ستاسو د ځواب په تمه ده یعنی تاسو نه ځواب غواړي نو تاسو هم ورته درست ځواب ورکړئ که چیرې زمو نه وي هیڅ ځواب ورته مه ورکوئ خدای دې وکړي چې تاسو دا کیسې څخه خوند اخیستی وي او مثبتو ټکي مورته زده کړي وي زده کوونکو ما بعضې نوي او مهم لغتونه تاسو ته د لوست څخه باسلي دي چې دا لغتونه تاسو سره د لوست په معنا کې او زده کولو کې ډېره زیاته مرسته کوي نو دا لغتونه ما سره په ګډه ولولئ دریغ یعنی افسوس ناظر یعنی لیدونکی تضرع زاری او التماس ورته هم ویلی شو متعفن یعنی بدبو او یا هم گنده شوه باغوش یعنی جوبن کودکستان یعنی ورکتون عاقبت یعنی پایله خدای دیو که چه دا لغتونه مو هم ذکری بی اوس را زوخ پل دلوست بله برخه تا زمان دلوست بله برخه ده قواعد دستوری برخه ده کچه رستاسو پیاد وی من پتیر قواعد دستوری که فعل او فاعل مو پیشندل پانه ننی لوست که با مونگ مفعول و پیشنو دا چه مفعول سشده مفعول رکن اساسی جمله است که فعل یا عمل بالای آن انجام شده باشد مفعول ده جمله اساسی برخه ده چه فعل یا عمل پر حقی بنده ترسره شوی مونگ وویل فاعل حق شخص ده چه عمل ترسره کوی یا یو کار کوی فعل یعنی حق عمل چه ترسره شوی او مفعول چه ده یعنی دغه فعل یا عمل چه پری ترسره کیگی او مفعول په دو ډوله ده مستقیم او غیر مستقیم مستقیم مفعول هغه ده چې د هغې پسې را کلمه راشي او غیر مستقیم هغه ده چې را پکې ضرور نوي مثلا جمله ده احمد مجله را خواند په دې جمله کې مفعول څه شی ده مونږ وویل هر هغه شی چې پرې عمل یا کار اجرا کیږي نو په مجله باندې کار انجام شوی دی ته موږ مفعول وایو فاعل یې څوک دی احمد او فعل یې څه دی خواند نو دلته تاسو ګورئ چې د مجلې څخه وروسته را اضافه شوی نو دې ته موږ څه شی ویلی شو دې ته موږ وایو چې مفعول مستقیم مفعول مستقیم همدارنګه بله جمله ده یاسمین گل خرید یاسمین گل واغسته په دې جمله کې مفعول څه شی ده آفرین په دې جمله کې گل مفعول ده یعنی عمل پرې ترسره کیږي
یاسمین هم فاعل ده، یعنی عمل تر سره کوي. او عمل څه شی ده؟ خرید، یعنی فعل. نو په دې کې تاسو ګورئ چې را کلمه نشته. موږ کولای شو چې دا وایو چې یاسمین ګل را خرید. نو په دې جمله کې چې را نشته، دا غیر مستقیم مفعول ده. مفعول د جملې اساسي رکن ده، هر هغه شی چې پر عمل اجرا کیږي. مفعول په دوه ډوله ده، مستقیم او غیر مستقیم. مستقیم مفعول هغه دی چې د هغې د ذکر څخه وروسته د را کلمه راشي، او غیر مستقیم هغه دی چې د را کلمه پکې نه وي. خدای دې وکړي چې مفعول مو هم پیژندلې وي او زده کړی مو هم وي. اوس راځو خپل د لوست بلې برخې ته. زموږ د لوست بله برخه د فعالیتونو برخه ده، چې د فعالیتونو برخه ستاسو کورنۍ دنده ده. او همدارنګه بله کورنۍ دنده مو دا ده چې جملې ولیکئ او په جملو کې مفعول په نښه کړئ، او دا هم معلومه کړئ چې دا مفعول مستقیم دی که غیر مستقیم. خدای دې وکړي چې نننی لوست مو زده کړی وي. که چیرې تاسو په نننی لوست کې کومه ستونزه درلود، نو کولی شئ کومنټ کې له ما سره شریک کړئ ترڅو ستاسو ستونزو ته رسیدګي وکړو. ویډیو درسره لایک او لا زیاتو درسونه او ویډیوګانو لپاره چینل سبسکرایب کړئ. په پاک الله مو سپارم.